أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بخوان آنچه به تو از کتاب وحی شده است و نماز را به تمام و کمال برپا دار. بیگمان نماز از فحشا و کارهای ناپسند باز می دارد و حقا که ذکر خدا از همه بزرگتر است و خداوند آنچه را می کنید می داند. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وبا أهل كتاب جز برويش نيكو مجادلة ما كنيد مگر با كساني از ايشان كي ستم كردن و بگوید به آنچه برای ما نازل شده است و برای شما نازل شده است ایمان آوردیم. خدای ما و خدای شما یکی است و ما به او فرمان برداریم. و كذلك انزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. همچنین کتاب را به تو نازل کردیم پس به آنانی که کتاب دادیم به این کتاب نیز ایمان می آورند و از اینها یعنی مشرکان عرب نیز کسانی هستند که به آن ایمان می آورند و جز کافران کسی آیات ما را تکذیب نمی کند. و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. و تو پیش از این کتاب را نمی خواندی و نه هم آن را به دست خود می نویشتی که در آن صورت این راهیان راه باطل مردم را به شک می انداختند. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم و ما یجحد بی آیاتنا الا الظالمون. بلکه این آیات روشنی است در سینه های کسانی که به ایشان علم داده شده است و جز ستمگاران آیات ما را تکذیب نمی کنند. و قالوا لولا قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. وباز این منکران حق گفتند چرا از پروردگار وی بر او معجزه های نازل نشد؟ بگو معجزه ها یقینا در نزد خداوند است و من صرف بین دهنده هستم آشکارا. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. آیا به
ایشان همین بسنده نیست که بر تو کتاب را نازل کردیم که با ایشان خوانده می شود؟ بیگمان در این رحمت است و پندی برای قومی که ایمان می آورند. قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل و کفروا بالله بگو خداوند میان من و میان شما به حیث گواه بسنده است. او آنچه را در آسمان ها و زمین است می داند و آنانی که به معبودان باطل ایمان می آورند و از وجود خداوند بر حق انکار می کنند هم ایشانند زیانکاران. و یستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. و با شتاب زدگی از تو عذاب می جویند. اگر وعده مقرر نمی بود یقینا به ایشان عذاب می آمد و بیگمان عذاب به گونه ناگهانی به سر وقت ایشان می رسد در حالی که از آن بیخبر می باشند. یستعجلونک بالعذاب و این جهنم لمحیطت بالکافرین. با شتاب زدگی از تو عذاب می جویند و بیگمان دوزخ کافران را احاطه می کند. یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم و یقول ذوقوا ما کنتم تعملون. روزی که ایشان را از بالای سرشان و از زیر پای ایشان عذاب بپوشاند و آواز دهنده به ایشان بگوید ثمره اعمال را که مرتکب شده اید بچشید. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أي بندگان مسلمان من بيگمان زمین من فراخ است پس خاص مرا پرستش کنید. كل نفس ذائقة الموت ثم هر کس چشنده مرگ است و سپس به سوی ما بازگردانده می شوید. والذین آمنوا و عملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانهار خالدین فیها نعم اجر العاملین. در این حال کسانی را که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند بیگمان ایشان را در بالاخانه های از بهشت جاگزین می سازیم که از زیر درختان آن جویبارها جریان دارد. ایشان در آن جاودانه به سر می برند و چی خوب است مزد نیکوکاران. الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون. آنانی که صبر کرده اند و به پروردگار خیش توکل می ورزند. و کأین من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم و هو السمیع العلیم. ای بسا جانورانی که روزی خیش را بر نمی دارند یعنی پسنداز نمی کنند که خداوند هم آنها و هم شما را روزی می دهد و او شنوا و داناست. ولئن سألتهم من خلق السماوات
والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. اگر از آنها بپرسی کیست آن که آسمانها و زمین را آفرید و آفتاب و ماه را رام گردانید و به نظام آورد، یقینا میگویند خداوند. پس چطور ایشان برگردانیده یعنی فرشته می شوند؟ الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له این خداوند به هر کی از بندگان خود که بخواهد روزی را فراخ می کند و به هر کی بخواهد تنگ می کند. حقا که خداوند به هر چیز داناست. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحیا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. و اگر از آنها بپرسی کیست که از آسمان آب را فرود آورد و با آن زمین را بعد از مرگ آن زنده ساخت، یقینا میگویند خداوند. بگو ستایش از آن خداست، اما اکثر ایشان نمیفهمند. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و این الدار الاخرة لهی الحیوان لو كانوا يعلمون. زندگی این دنیا بیش از بازی بیهوده نیست و بیگمان سرای آخرت همان از زندگی واقعی اگر این مردم میدانستند. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. این بندگان ناسپاس همین که با کشتی سوار شدند با اخلاص کامل و صدق دل نیایش می کنند، اما وقتی که خداوند ایشان را نجات داد و به خوشکر رساند با او شریک می آورند تا بدین وسیله به آنچه به ایشان دادیم ناسپاس گردند. اکنون از نعمتهای دنیا برخوردار شوند، ولی به زودی پی می برند که مرتکب چی اشتباهی شدند. اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون و بنعمت الله یکفرون. آیا ایشان نمی بینند که ما ساحه زندگی ایشان را حرم مسکونی قرار دادیم در حالی که مردم از پیرامونشان را بوده می شوند؟ آیا ایشان به معبودان باطل ایمان می آورند و از نعمت خدا ناسپاسی می کنند؟ و من اظلم من من افترا علی الله کذبا او کذب بالحق لما جاء الیس فی جهنم مثوا للکافرین. و کیست تمگارتر از کسی که بر خداوند دروغی را افترا کرد یا چون به وای دعوت بر حق رسید آن را تکذیب نمود؟ آیا در دوزخ جایی برای کافران نیست؟ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. و
کسانی که در راه ما جهاد می کنند یقینا به ایشان راه های خود را می نمایانیم و خداوند یقینا با نیکوکاران است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. الف لام میم. غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. الف لام میم. امپراتوری روم مغلوب شد در نزدیکترین سرزمین و ایشان بعد از این شکست خیش عنقریب غالب می شوند. در چند سال فیصله از آن خداست، هم پیش از این و هم بعد از این، و در آن روز مسلمانان شادمان می شوند به کمک خداوند. آری خداوند هر کی را بخواهد پیروز می گرداند و او صاحب قدرت منی و مهربان است. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعده خداوند، خداوند وعده خود را خلف نمی کند اما اکثر مردم نمی دانند. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ایشان امور ظاهری زندگانی دنیا را می دانند و اما از آخرت غافلند. اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. آیا به خود نمی اندیشند؟ خداوند آسمان ها و زمین و آنچه را در میان آنهاست نیافریده مگر به حق و در دوره معینی، و بیگمان بسیاری مردم از دیدار پروردگار خیش در آخرت منکرند. اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آیا در زمین سفر نکردند تا ببینند که آخر کار کسانی که پیش از ایشان بودند چگونه بود؟ ایشان در قدرت خیش از اینها نیرومندتر بودند و زمین را برای کشت زیر و رو و آن را نسبت به ایشان بیشتر آباد کردند و برای ایشان پیامبرانشان با معجزه ها آمدند. چنین نبود که خداوند بر ایشان ستم کند، بلکه ایشان خود بر خیشتن ستم می کردند. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون.
پس عاقبت کسانی که بدی کردند بد شد، چون معجزه های خدا را تکذیب و به آن استهزا می کردند. الله یبدا الخلق ثم يعيده ثم الیه ترجعون. خداوند آفرینش را آغاز می کند، سپس آن را باز می گرداند، سپس به سوی او بازگردانده می شوید. و یوم تقوم الساعت یبلس المجرمون. و روزی که قیامت برپا می شود، گناهکاران ناامید و حیرت زده می شود. و لم یکن لهم من شرکائهم شفعاء و کانوا بشرکائهم کافرین. و از شریکانشان برای ایشان شفاعتگری نمی باشد. در این حالت است که ایشان از شریکان خیش انکار می کنند. و یوم تقوم الساعت یوم اذی یتفرقون. و روزی که قیامت برپا می شود، در آن روز مردم از یک دیگر متمایز می شود. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فهم فی روضت یحبرون. در این حال آنانی که ایمان آوردند و اعمال نیکو ورزیدند در بهشت شادمان ساخته می شود. و اما الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا و لقاء الآخرة فأولئک فی العذاب محضرون. و اما آنانی که کافر شدند و از آیات ما و لقای آخرت انکار ورزیدند، هم ایشانند که برای عذاب احضار می شوند. فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون. پس خداوند را در شامگاهان و صبحگاهان به پاکی یاد کنید. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وستایش از آن اوست، هم در آسمان ها و هم در زمین و هم در آخر روز و در هنگامی که وقت چاشت را میگذرانید. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. زنده را از مرده بیرون می آرد و مرده را از زنده بیرون می آرد و زمین را بعد از مردن آن زنده می گرداند و شما نیز این چنین از قبر خیش برآورده می شوید. و من آیاته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. و از نشانه های او یکی هم این است که شما را از خاک آفرید و باز شما مردمی پدید آمدید که به هر طرف پراگنده شوید. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. و از نشانه های او یکی هم این است که برای شما از خود شما زنان را آفریده تا در کنار آنها آرامش یابید و او در میان شما دوستی و مهربانی برقرار ساخت. بیگمان در اینها برای گروهی که فکر می کنند نشانه هایی است. و من آیاته خلق السماوات والأرض و اختلاف ألسنتكم و ألوانكم
إن في ذلك لآيات للعالمين. و از نشانه های او آفرینش آسمان ها و زمین است و نیز این که شما به زبان های مختلف سخن می زنید و دارای رنگ های مختلف می باشید، واقعا در اینها برای دانشمندان نشانه هایی است. و من آیاته منامکم باللیل و النهار و ابتغاؤکم من فضله این و از نشانه های او خوابیدن شماست در شب و روز و نیز جستن چیزی از فضل اوست. بیگمان در این برای کسانی که سخن حق را میشنوند نشانه هاییست. و من آیاته یوریکم البرق خوفا و طمعا و ینزل من السماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. و از نشانه های او این است که به شما برقک را می نمایاند که هم موجب ترس و هم مایه امیدواری است و نیز آب را از آسمان نازل می کند و با آن زمین را بعد از پژمردگی آن زنده می سازد. بیگمان در این برای کسانی که هوشیارند نشانه هایی است. و من آیاته ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. و از نشانه های او این است که آسمان ها و زمین به حکم او می ایستند، سپس همین که شما را از زمین فراخواند آنگاه از قبر خیش بیرون می شوید. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. هرچی در آسمان ها و زمین است از آن اوست، همه با او فرمان برند. و هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده و هو اهون علیه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأوست که همه مخلوقات را در آغاز می آفریند و باری دیگر آنها را باز می گرداند و این آفرینش دومی بر او آسان تر است. با او نمونه اعلای جهان هستی هم در آسمان ها و هم در زمین تمثیل می شود و او صاحب قدرت منعی و با حکمت است. ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. برای شما از تجارب خود شما مثال زد، آیا شما را بردگانی هست که در آنچه به شما روزی داده ایم به شما شریکند و شما و ایشان در آن برابرید؟ از ایشان طوری می ترسید که از قوم خود می ترسید. به این ترتیب این آیات را برای مردمی که عقل خود را به کار می اندازند تفصیل می دهیم. بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم فمن
الله وما لهم من ناصرين. نخیر بلکه ستمگاران تنها هوا و هوس خود را پیروی کردند بدون آنکه در زمینه علمی داشته باشند. پس آیا کسی را که خداوند گمراه کرد کی هدایت می کند و برای ایشان مددگارانی نیست؟ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. پس روی خود را به دین خالص و پاک راست کن، به همان سرشتی که خداوند مردم را بر آن آفریده است. در آفرینش خداوند هیچ تغییری صورت گرفتن نمیتواند. این است آیین استوار، اما اکثر مردم نمیدانند. منیبین الیه و اتقوه و اقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشرکین. به او روی آرنده باشید و از او بترسید، نماز را به تمام و کمال ادا کنید و از مشرکان مباشید. من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا کل حزب بما لدیهم فرحون. از آنانی که در آیین خیش تفرقه انداختند و در گروه ها تقسیم شدند، هر گروهی برایی که در پیش گرفته است خرسند است. و اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منیبین الیه ثم اذا اذاقهم منه رحمتا اذا فریق منهم بربهم یشرکون. و چون به مردم مشکلی آید شود، پروردگار خود را می خوانند و به او رجوع می کنند، اما چون به ایشان مرحمتی از جانب خیش بچشاند، آنگاه گروهی از ایشان به پروردگار خود شریک می آورند. لیکفو بما آتیناهم فتمتعو فسوف تعلمون. تا به آنچه که به ایشان دادیم ناسپاسی می کنند، اکنون از لذایز زندگی بهره گیرند، اما به زودی به قصور خیش پی میبرند. ام انزلنا علیهم سلطانا فهو یتکلم بما کانوا به یشرکون. یا آیا به ایشان دلیل فرو فرستادیم تا مطلبی را به زبان آورند که به وسیله آن حقانیت شرک آنها ثابت گردد؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. وَچون به مردم مرحمتی بچشانیم به آن شادمان می شوند، اما اگر به ایشان سبب اعمالی که از پیش انجام داده اند مصیبتی برسد، در این حال است که ایشان ناامید می گردند. اولم یرو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر این فی ذلك لآیات لقوم یؤمنون. آیا نمی بینند که خدا به هر کی بخواهد روزی او را فراخ یا تنگ می سازد؟ بیگمان در این نشانه هاییست برای آنانی که ایمان دارند. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله و اولئیک هم المفلحون. پس حق صاحب قرابت مسکین و وامانده در راه را بده
و این کار برای کسانی که رضای خدا را می جویند بهتر است و هم ایشانند رستگار. و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله و ما آتیتم من زکات تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. آنچه را از سود می دهی تا در مالهای مردم بیفزاید پس در نزد خدا فیزونی بوار نمی آورد و آنچه را از زکات می دهید که با آن رضای خدا را می جوید هم ایشانن صاحب فیزونی. خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى. خداوند ذاتی است که شما را آفرید، سپس شما را روزی داد، باز شما را میمیراند و باز شما را زنده میگرداند. آیا از شرکای شما کسی هست که برخی از این چیزها را کرده بتواند؟ پاک است او و او از آنچه با او شریک می آورند برتر است. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بنسبت اعمالی که مردم مرتکب می شوند خشکه و بحر را فساد فرا گرفته است تا خداوند به ایشان جزای بعضی از اعمالشان را بچشاند تا باشد که ایشان از گناهان خیش بازگردند. قل سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. بگو در زمین سفر کنید و ببینید که آخر کار پیشینیان چگونه بود. اکثر ایشان مشرک بودند. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. پس به آیین برحق روی آور پیش از آن که روزی فرا رسد که در آن راهی بازگشتی از عذاب خدا نباشد و در آن روز است که نیکوکاران از بدان جدا می شوند. من کفر فعلیه کفره و من عمل صالحا فلأنفسهم ینهدون لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرين. هر کی کافر شد پس بر اوست جزای کفر او و آن کسانی که اعمال شایسته انجام دادند پس ایشان برای خود در بهشت گهواره می سازند تا خداوند آنانی را که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند به فضل خیش پاداش بدهد. بیگمان خداوند کافران را دوست ندارد. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. و از نشانه های او این است که بادها را به حیث مژده‌دهنده می فرستد تا شما را از فضل و مرحمت خیش بچشاند
و تا کشتی ها به حکم او براه افتند و تا شما چیزی از فضل او را بجوید، یعنی در جستجوی روزی حلال شوید و تا باشد که سپاسگزاری نمایید. ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بیگمان پیش از تو پیامبرانی را به سوی قومشان فرستادید، پس ایشان به قوم خیش معجزه های آوردند و در این حال از کسانی که مرتکب جرم شدند انتقام گرفتیم و بر ماست که به مددگاری مسلمانان برسیم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. خداوند ذاتی است که بادها را می فرستد، سپس ابرهای را برمی انگیزد و در این حالت آنها را در آسمان به هر گونه ای که بخواهد گسترش می دهد و پارچه پارچه می سازد. پس قطرات باران را می بینی که از میان آن بیرون می آیند و در این حالت به هر که از بندگان خود بخواهد آن را می رساند و ایشان همین که قطرات باران بر ایشان باریدن می گیرد ناگهان شادمان می شوند. و این كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. هرچند قبلا پیش از این که بر ایشان باران فرود آید ناامید بودند. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. سپس با آثار رحمت خدا نظر بینداز که چگونه زمین را بعد از پژمردگی آن زنده می گرداند، یعنی سرسبز می سازد. واقعا همین آفریدگار است که زنده گرداننده مردگان است و او بر همه چیزها قدرت دارد. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. وأگر بادی را بفرستیم که به سبب آن کشتشان را زرد شده ببینند، البته بعد از آن از همه نعمتهای پیشین ناسپاس می شوند. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِينَ. پس بگمان تو مردگان را شنوانده نمی توانی، نه هم بکران چون پشت برگردانن صدای را شنوانده می توانی. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. و نه هم تو کوران را از گمراهیشان براه بازگردانده می توانی، شنوانده نمی توانی مگر کسانی را که با آیات ما ایمان دارند و ایشان مسلمانند. الله الذي خلقكم من ضعف ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. خداوند ذاتی است که شما را از ناتوانی آفرید، سپس بعد از ناتوانی شما را نیرومند گردانید،
سپس بعد از نیرومندی باز شما را ناتوان ساخت و پیری به سراغ شما آمد. خداوند آنچه را بخواهد می آفریند و اوست همان ذات دانا و توانا. و یوم تقوم الساعت یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه کذلک کانوا یؤفکون. و روزی که قیامت برپا شود گناهکاران سوگند می خورند که درنگ نکردند مگر ساعتی، بدین ترتیب ایشان از راه حق باز داشته می شوند. و قال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب الله الى یوم البعث فهذا یوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. مگر آنانی که برایشان دانش و ایمان داده شده بود می گفتند واقعا طبق کتاب خدا تا روز رستاخیز درنگ کردید و این از روز رستاخیز، مگر شما چنین بودید که نمی دانستید. فیوم ایدین لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم ولا هم یستعتبون. پس در آن روز عذرخواهی ستمگاران سود بار نمی آورد و نه هم ایشان به توبه دعوت می شوند. و لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذین كفروا این و بیگمان در این قرآن برای مردم از هر نوع مثال زدیم، اگر برایشان هر نوع معجزه بیاوری باز هم بیگمان کافران میگویند شما جز دروغگو نیستید. کذالک یطبع الله علی قلوب الذین لا یعلمون. همچنین خداوند بر دلهای آنان مهر می نهد که نمی دانند. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. پس صبر کن، حقا که وعده خدا حق است، هان به هوش باش که ناباوران تو را به سبکسری نکشانند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. الف لام میم تلک آیات الكتاب الحکیم هدى و رحمت للمحسنین الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. الف لام میم. اینها آیات کتاب با حکمت است، هدایت و رحمتی است برای نیکوکاران، آنانی که نماز را به تمام و کمال برپا می دارند و زکات می دهند و به آخرت یقین دارند. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هم ایشانند بر هدایت راستین از جانب پروردگارشان و هم ایشانند رستگار. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. و از مردم کسی هست که سخنان بیهوده را میخرد تا با بیدانشی مردم را از راه خدا باز دارد و آن را به تمسخر گیرد، چنین مردمی به عذاب رسوا کننده گرفتار می شوند. و اذا تتلا علیه آیاتنا ولا مستكبرا کأن لم يسمعها کأن فی اذنیه وقرا
فبشره بعذاب أليم. چون بروی آیات ما خوانده شود تکبر کنان روی برمیگرداند که گوی آن را نشنیده، گوی در گوشهای او کریست، پس او را به عذاب دردناک مژده بده. این الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. بیگمان آنانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند برای ایشان باغهای سرشار از نعمت هاست، در آن جاودانه به سر میبرند. وعده خداوند حق است و او صاحب قدرت منی و با حکمت است. خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. آسمانها را بدون پایه‌ای که دیده بتوانید آفرید و بر زمین کوه‌ها را قرار داد تا شما را نجنباند و در زمین از هر جانوری پراگنده ساخت و از آسمان آب فرود آوردیم. به این ترتیب در زمین از هر جوره از رویدنی‌های سودمند رویانیدیم. هذا خلق الله فأرونی ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. این چنین است آفرینش خدا، پس به من نشان دهید کسانی که جز وی مورد نیایش قرار گرفته اند چی چیز را آفریده اند، بلکه ستمگاران مشرک در گمراهی آشکار. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. بیگمان به لقمان حکمت دادیم و گفتیم که خدا را سپاسگزار، و کسی که سپاسگزاری کند به سود خود سپاسگزاری می کند و کسی که ناسپاسی کند پس حقا که خداوند بی نیاز و ستوده است. و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله این الشرك لظلم عظیم. بیاد آور هنگامی را که لقمان به پسر خود در حالی که او را پند می داد گفت ای پسرک من، با خدا شریک میاور، بیگمان شرک ستمی بزرگی است. و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. و انسان را به اطاعت پدر و مادرش سفارش کردیم، مادرش او را در سستی و ناتوانی به سستی و ناتوانی دیگر برداشت و جدا کردن او از شیر 2 سال است، به اینکه مرا و مادر و پدر خود را شکر گویی و سوی من است بازگشت. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تعملون. و اگر پدر و مادرت تو را بر این وادارند که به من شریک بیاوری، چیزی را که خود آن را نمیدانی از ایشان پیروی مکن،
ولی با ایشان در این دنیا با وجه پسندیده مصاحبت کن و راه کسی را پیروی کن که به سوی من رو می آورد. سپس بازگشت شما به سوی من است و من شما را به کنه آنچه می کردید آگاه می گردانم. یا بنی انها ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یأتی بها الله ان الله لطیف خبیر. ای پسرک من، اگر خصلتی که انجام میدهی به اندازه دانه از خردلی باشد و بر سر لاخ کوهی یا بر فراز آسمانها یا در قعر زمین قرار داشته باشد، خداوند آن را می آورد. حقا که خداوند به امور دقیق و پنهان آگاه و با خبر است. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك